این اتاق کوچک فرش شده به عنوان زندان موقتی برای دوازده مجرمی است که در انتظار عدالت طالبان هستند. هیچ یک از این زندانیان که در مراکز اصلی طالبان در ولسوالی پنجوایی در جنوب افغانستان در توقیف هستند تا به حال موفق نشدن قاضی محلی را ببینند زیرا او در ساحه دیگر مشغول است. تا رسیدن قاضی محلی این زندانیان با برخورد جنگجویان طالبان در ولایت قندهار و تعبیر آنها از قوانین اسلامی مواجه هستند نجیب الله زندانی محکوم به قتل است که در ابتدای حاکمیت طالبان از زندان فرار کرده بود اما دوباره توقیف کردید نوزما سر بل محکمه شریعت کی بریو بل کی یا بل کی مات بل که پر یو کذا بانی بل کذا نسته دی نسکوال ما یا که یا ما بل محکمه وی که ما تا بل کهی زکه چې زما سره قضا سوي د درې محکمې زما سره سوي چې اوس دوی نشي کولی چې دوی جبران سه ماه بعد از تسلط طالبان بر افغانستان این گروه هنوز در اجرای سیستم قضاییشان در سراسر کشور با مشکل مواجه است در زندان مرکزی در شهر قندهار مولوی منصور معاون ریاست زندان مرکزی قندهار میگویت بهتر است که شریعت اسلامی تصمیم بگیرد که چه کسی مجرم است دلته خو پرځای په حق او عدالت خو چبې سلا کېد شه ته <تصفح> موافق په سلا کېږي او دا اول کمه چې هغه مجرم وي عدالت او خو مجرم معلومات استی کی کچې مجرم وو خو نه خبره سزا ورته معلومی کوم مجرم نو خبره لار باندې دی اگر دی نه پ کومه چې خو دا څه غیر مجرم کسان به عدالت په کلو کلو پراته وو در یک بخش این زندان یک هزار معتاد مواد مخدر در حال ترک اجباری هستند حالا 200 مجرم در اینجا نگهداری می شود محمد نعیم یک تن از زندانیان این محبس است او دو ماه قبل زمانی توقیف شد که می خواست با یک دختر 14 ساله ازدواج کند به گفته این نعیم دختر قبول کرده بود اما والدینش قبول نداشتند او توځه مه ده کبالدین ان دختر به طالبان شکایت کردن ک او به دخترشان تجاوز جنسی کرده است اما اوین اتهام را رد میکند انوزه <applause> چلته بلارم دغدگی صاحبیا زه یورم یوبل زایورم فهمنا غم کی وشل ورځ ساتلی وم بیا ډیر څنګه و ولل پلوشت باندې انو انجلیه بیا د پلا پلاس ورکره لغه پلا ربوتله زرا و سلام کندهارت اگر این مرد به داشتن رابطه جنسی بدون ازدواج مقصر شناخته شود با خطر جزای مرگ با سنگسار مواجه خواهد شد مقام های طالبان میگویند آنها در صدد کسب احترام بین المللی به سیستم قضاییشان هستند در مجاید سخنگوی طالبان قبلا در واکنش به کشته شدن سه مهمان در یک مراسم عروسی توسط جنگجویان طالبان که در یک منازعه به خاطر موسیقی رخ داده بود گفته بود اگر فردی کسی را بکشد حتی اگر از افراد طالبان باشد مجرم است و ما او را به محکمه می آوریم و مطابق قانون محاکمه خواهد شد حکومت جدید طالبان هنوز هم برخی ابزار ممانعت مثل رژیم پیشینشان را دارند که شامل پلیس خوفناک مذهبی و وزارت امر به معروف و نهی از منکر آنان است طالبان همچنین به مجازات خشنشان ادامه میدهند در 25 ماه سپتامبر در شهر هرات طالبان جسد چهار مرد متهم به اختطاف را که حلقاویز شده بودند در شهر به نمایش گذاشتند تا به گفته مقامات طالبان درس عبرت برای دیگران باشد. محمد احمدی تلویزیون ناشناس در امریکا واشنگتن